در حالی که بحث‌ها بر سر امضای اسناد همکاری طولانی مدت ایران با روسیه از یک سو و اجرای شدن قرارداد همکاری ایران با چین از سوی دیگر همچنان ادامه دارد، ابعاد این قراردادها همچنان مبهم است و محمد باقر قالیباف در پاسخ به انتقاد یک نماینده مجلس اعلام کرد که با این دو کشور قراردادی از نظر حقوقی به امضا نرسیده. همکارم مهتاب ویدیرا در بخش دیگر استودیو در این باره جزئیات بیشتری دارد. بله، واکنش ها به سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه همچنان ادامه دارد، در حالی که ابعاد این همکاری دراز مدت هنوز مبهم است حتی برای نمایندگان مجلس. محمد رضا سباقیان نماینده بافق و مهریز در جلسه علنی امروز مجلس با انتقاد از اینکه بدون اطلاع نمایندگان مجلس با چین و روسیه قراردادهایی بسته شده، خواستار پاسخگویی دولت در این باره شد. او تاکید کرد که طبق اصول 75 و 77 قانون اساسی، هر قراردادی که با سایر کشورها بسته می شود باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. اما محمد باقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت که تاکنون قراردادی با چین و روسیه از نظر حقوقی منعقد نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر قراردادی منعقد می شد، مجلس در جریان آن قرار می گرفت. از آنجایی که محمد باقر قالیباف درباره چند و چون ماجرا و جزئیات این تفاهمنامه توضیحی نداده، مشخص نیست که او بر چه اساسی این سخنان را میگوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پس از بازگشت از سفر دو روزه خود به روسیه در روز اول بهمن از توافقات خوب میان تهران و مسکو خبر داد و در مورد چشمانداز همکاری‌های 20 ساله با این کشور صحبت کرد، البته بدون بیان جزئیات. این سخنان که حاکی از همکاری‌های دراز مدت و همه جانبه میان ایران و روسیه بود، واکنش گسترده افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. پیش از آن هم سخنان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، درباره آغاز اجرایی شدن قرارداد 25 ساله ایران با چین با موجی از انتقادات همراه شده بود. قراردادی که در زمان دولت روحانی به امضا رسید و از آن زمان به رغم واکنش گسترده افکار عمومی هنوز جزئیات آن منتشر نشده، به جز حرف‌های جسته و گریخته برخی مسئولین، از جمله مجتبی زنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که گفته بر اساس این توافقنامه چینی ها 400 تا 500 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. با توجه به این اظهارات مشخص نیست که منظور رئیس مجلس شورای اسلامی از این که میگوید قراردادی از نظر حقوقی امضا نشده چیست؟ امضای این اسناد همکاری میان ایران و روسیه از یک سو و میان ایران و چین از سوی دیگر در حالی همچنان بحث برانگیز است که مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دارد، مذاکراتی که روسیه و چین، این دو متحد اصلی ایران، هم در آن حضور دارند.